سلام و درود. پیام بانو آریانا سعید. این پیام بانو آریانا سعید بیانی از چی درد است؟ او از چی شکوه دارد و چرا ناراحت شده است؟ پس برای جزئیات پیام بانو آریانا سعید با روزنه تیوی همراه باشید. بانو آریانا سعید در صفحه فیسبوکش نوشته است: این پست من برای قدردانی از محبت و حمایت بانو غزل سادات و رفتار مثبت اوست. همچنین این یک گسترش صمیمانه از دوست من برای دوستی و وحدت با آن عده هنرمندان زن است که برای یک هدف مشترک بازگرداندن دنیای هنر و موسیقی به یک صنعت محترم میکوشند. من پیشنهاد میکنم صنعت هنری ما را کنترل نماییم و اجازه ندهیم کسانی که دارای ذهنیت بیمار، دستورالعمل‌های پنهان و رفتار ناپسند هستند همچنان از هنرمندان و صنعت ما به منظور کسب 15 دقیقه شهرت خود استفاده کرده و به چهره همه ما در این روند صدمه بزند. من میخواهم چند لحظه وقت شما را گرفته و شاید برای اولین بار با توجه به دیدگاه من علنا دلایل خود را به اشتراک بگذاریم که چرا ما در حالات امروزی قرار داریم. به طور رسمی بیش از 10 سال از زمان ورود من به صنعت موسیقی افغانستان به عنوان یک هنرمند میگذرد. پس از انتشار 2 یا 3 آهنگ یا ویدیو، معرفی اولیه من با دنیای موسیقی افغانستان در یک برنامه جوایز صورت گرفت. این همان برنامه ای بود که خوشبختانه من به عنوان یک تازه وارد یک جایزه را نیز کسب نمودم. در آن رویداد من با بسیاری از چهره‌های شناخته شده و ناشناخته آشنا شدم که از جمله برخی از هنرمندان افسانه‌ای کشورمان به صورت حضوری معرفی شدم که در گذشته آنها را فقط در پرده‌های تلویزیون دیده بودم. در وقت غذای شام، یعنی شب قبل از برگزاری نمایشگاه جوایز و در لابی هتل که همه در آنجا اقامت داشتند، در آنجا خنده ها، مزاق ها، تجمعات کوچک دایره‌ای بسیاری از شخصیت های زیبا و شیرین دنیای سرگرمی افغانستان وجود داشت و نه چندان دور از آن حلقه های شاد و حتی بعضی اوقات در همان حلقه ها من شاهد برخی شخصیت های ناشناخته و برخی چهره های شناخته بودم که هیچ چیز مثبتی برای افزودن در این گردهمایی نداشتند. یکی و یا 2 نفر از آنها شخصا و به طور پنهانی سخنان وحشتناکی را درباره برخی از هنرمندان ارشد و حتی برخی از هنرمندان جوانتر بر اساس دیدگاه های خود بیان نمودند. در حالی که هنگامی رو در رو با همان شخص آنها طور عمل میکردند که گویی آنها دوست خوب و محترمی هستند و هیچ احساس منفی وجود ندارد. برای من این یک تجربه عجیب و غریب بود، زیرا من قبلا هرگز در معرض چنین درامه‌های ریاکاری خطرناکی قرار نگرفته بودم. خلاصه داستانی من هنگامی بازگشت به خانه با جایزه‌ای که در دست داشتم بسیار خوشحال بودم و در خیالات خود بالای ابرها پرواز می نمودم و بیشتر از گذشته آماده بودم تا حرفه خود را به عنوان یک هنرمند زنی افغان ادامه دهم. با این حال روزهای زیادی نگذشته بود که واقعیت‌ها چیزی را که قرار بود در آن قدم بگذارم تجربه نمودم. یکی از شخصیت های غیر هنرمند، یعنی منفیگرا و شایع پراگند که قبلا ذکر نمودیم، یک نمایش یا ویدیویی را راه اندازی نموده که باعث شد احساس نماییم که حقدار جایزه ای که با خود به خانه آورده بودم نیستم. حالا یک شخصیت خیلی قوی تر هستم و شرمنده نیستم که بپذیرم شبهای زیادی با گریه خواب کردم، زیرا نمیدانستم چه کارهایی را انجام دادم که سزاوار چنین رفتاری باشم. با گذشت سالها در حالی که موفقیت های بیشتری کسب نمودم و با وجود حمایت و توهین های بیشتر در مقابل سکوت را اختیار نمودم، با دوستی و روابط خودم بسیار محتاط عمل می کردم، زیرا می توانستم ببینم بسیاری از افراد دارای ذهن تاریک بر اساس مزایا و برنامه های شخصی خود حمایت و نفرت خود را بر طرف مقابل به سادگی تغییر می دهند. برخی از هنرمندان بانوان جدید بودند که در این راه در مقابل من عشق و احترام خود را نشان می‌دادند. هنرمندانی چون تهمینه ارسلان، آلیا انصاری، همیرا اشپاری و برخی دیگر از تازه واردان. با این حال حداقل 2 یا 3 بار من شخصا دست دوستی و وحدت را با هنرمندان زن نسل خودم که در اولین برنامه جوایز با آنها ملاقات نموده بودم گسترش دادم، ولی از آنها پاسخ مثبتی دریافت نکردم. از این رو من منصرف شدم از این که بخش از یک حلقه بزرگتر باشم و تصمیم گرفتم اهداف شخصی خودم را دنبال کنم تا به ارتقای استانداردهای صنعت موسیقی افغانستان کمک کنم و تصویری قابل احترام تر از آن را به جامعه افغانستان در سراسر جهان ارائه دهم.
در همین حال من سعی کردم بهترین توانایی های خود را در جنبش هایی مانند هنرمندان متحد افغان و غیره به مشارکت بگذارم. دیروز با یک قدم ساده ابراز محبت و حمایت از طریق اینستاگرام و سانچت، بانو غزل سادات امید مرا برای دوباره متحد شدن و با کلاس شدن صنعت موسیقی افغانستان بازگشود. و همانطوری که میگویند ما همیشه باید از خودمان شروع کنیم، بنابراین من بدین وسیله دست دوستی را برای همه و همه هنرمندان عزیز افغانستان دراز میکنم. با کسانی که خواستار عشق و وحدت در نوع خود هستند، یک همبستگی و یک آهنگ گروهی تنها بانوان را پیشنهاد میکنم که عشق، وحدت و مثبت بودن را به تصویر بکشد. آرزو دارم ما بتوانیم کنترل صنعت ما را به دست خود بگیریم تا کرکس ها و کفتارهای دیگر نتوانند از دنیای هنر و موسیقی به قیمت آسیب رسانی به تصویر هنرمندان و رنج به قلب های ما به نفع خود استفاده نمایند. منتظر خواهیم ماند تا ببینیم چه کسانی به این اقدام اعتقاد دارند و به این پیشنهاد دوستی و همبستگی پاسخ مثبت می دهند. با احترام، آریانا سعید.